گزینه بعدی بایند تو اسپیس وارپ که برای ساخت پارتیکلینگ در واقع مسائلی مثل انفجار و باد که از حوصله این بحث در حال حاضر خارجه. میریم سراغ گزینه بعدی سلکشن فیلتر. خب کار سلکشن فیلتر چیه؟ اسمش کاملا بیانگر عملکردش هست. یه سری سلکت های ما رو مدیریت میکنه. به چه شکل؟ ببینید گزینه پیش‌فرضش آل هست که وقتی بازش میکنم شما گزینه جیومتری، شیپس، لایتس، کامراز، هلپرز ها و وارپس ها رو باز توی این قسمت میبینید. چه کاری انجام میدن اینا؟ ببینید ما دوتا جسم الان اینجا داریم که جفتش در واقع زیر مجموعه جیومتری هاست، سه بعدی هاست، یه در واقع باکس و یک تیپات. از توی قسمت جیومتری اینا رو آوردیم و ساختیم. اگر من تو قسمت شیپس هم برم، خب گزینه‌ای مثل لاین، مثل رکتنگل، این یه رکتنگل، یه جسم دو بعدی، این یه لاین، این میتونه باشه یه سرکل. و بعد سراغ گزینه لایتس میرم، خب یه سری نورها دارم اینجا، مثلا یه تارگت لایت رو من ایجاد میکنم، اینم یه تارگت لایت. توی قسمت کامرا، کامرا فیزیکال، تارگت، میتونم فری، یه تارگت کامرا هم ایجاد میکنم. خب چهار تا موضوع اصلی رو ما اینجا داریم، یعنی جیومتری داریم، شیپس داریم، کامراز داریم، لایتس هم داریم. خب گزینه آل هستش، من هر کدوم از اینا رو میخوام خیلی راحت انتخاب میکنم، همش هم با هم انتخاب میتونم بکنم، هیچ محدودیتی وجود نداره چون گزینه آل فعال هستش. کافیه اینجا مثلا من جیومتری انتخاب کنم. حالا که کادر باز میکنم فقط چی انتخاب شد بچه ها؟ جیومتری ها انتخاب شد. وقتی میرم سراغ گزینه مثلا کامراز، اینجا کلیک میکنم فقط چی انتخاب میشه؟ فقط دوربین انتخاب میشه. پس چی کار میکنه؟ مدیریت میکنه یه سری از سلکت های ما رو. غالب اوقات روی گزینه آل هستش و گاهن ما میایم از این گزینه استفاده میکنیم. به طور مثال شما یه نور پردازی رو انجام دادید، فرضاً یک اینتریور هستش، دیزاین نور رو کلن میخواین تغییر بدین، کافیه گزینه لایت رو بزنید، یه کادر باز کنید، کلید دیلیت رو بزنید، تمام نوراتون حذف میشه. قسمت هلپرز و وارپس هم که ببینید، وارپس همون بحثیه که خدمتون گفتم، توی این قسمت اگر به شما با گزینه‌ای مثل پوش، ایجاد فشار، ویند، باد، گراویتی، جاذبه ایجاد کردنه که گفتم توی اون بحث نیستیم فعلا، ولی مثلا هلپرز ها هم یه توضیح کوچیک بدم بد نیست. توی قسمت هلپرز ها سعی میکنم بچه ها مواردی که الان خیلی به کارتون نمیاد و حذف کنم که درگیرتون نکنه، سخت نکنه 3D رو براتون. یکی از ایرادات بزرگی که تو بحث آموزش هستش اینه که هنرجو گیج میشه با در واقع حجم زیاد ابزار و اصلا نمیدونه باید چی کار کنه و این باعث میشه فکر میکنه 3D مثلا نرم افزار 3D Max نرم افزار سختیه. خیلی اتفاقا نرم افزار شیرین، جذاب، فوق‌العاده. قدم به قدم، استپس با استپس میریم جلو، نگران هیچی نباشید. توی قسمت مثلا هلپرز ها من گزینه تپو دارم، میتونم اینجا به عنوان خطکش ازش استفاده کنم. مثلا حالا گزینه های اسنپ و اینا رو باز در ادامه آشنا میشیم، اونایی که کد کار کردن اسنپش خیلی شبیه به اسنپ توی کد هستش. من از اینجا تا اینجا رو خیلی راحت اندازه‌گیری میکنم، این فاصله ایه که داره به من میده 50 خورده. واحد اندازه‌گیری هنوز براش تعریف نکردیم چون این توی بحث شخصی سازی مربوط میشه که خب میریم سراغ در ادامه کاستومایز و واحدهای اندازه‌گیریمون رو مرتب میکنیم. فقط از این نظر اینو بهتون گفتم که من اینجا اگر گزینه هلپرز رو انتخاب کنم چه اتفاقی میفته. ببینید کارت که باز میکنم بچه ها دقیقا همون هلپرزی که استفاده کردم انتخاب شد و به بقیه کاری نداره. گزینه آل مجدد میذارم، میبینید که همه رو خیلی راحت میتونم انتخاب کنم و کافی از روی کیبورد دکمه دیلیت رو بزنم تا همه اینا پاک بشن به همین سادگی. پس کاری که سلکشن فیلتر میکنه اینه که انتخاب ها رو مدیریت میکنه و غالب اوقات هم همون پیش‌فرض و گزینه آل هستش. گزینه بعدی که میریم سراغش بچه ها سلکت آبجکت هستش. خب من این توضیح بدم خدمتون. یه سری جسم ایجاد میکنم، دوباره کریه، جیومتری، استاندارد پرمیتیوز. مثلا این یه باکس، این یه کون، این یه سفیر، این یه سیلندر و این هم در واقع یه تیپات. خب گزینه هایی داریم در اینجا مثل موو و روتیت و اسکیل. من یه اشاره به اینها میکنم تا شما سلکت آبجکت رو بهتر درک کنید. وقتی که گزینه موو هم فعاله، یک گیزموی اینجا هستش تا به ما نشون بده محورها رو، صفحه رو و بتونیم در همون راستا جسممون رو جابجا کنیم. اگر روتیت هم باشه مجددا گیزموها هست، خب شکلش
ولی شکلیه که در واقع کاربری روتیتینگ داره، و اگر در واقع گزینه اسکیل باشه باز هم میبینید که گیزموها هستند و دارن این کار رو انجام میدن. خب حالا ما جسما رو وقتی سلکت میکنیم یک کلیک میکنیم روشون انتخاب میشن، کادر هم باز کنیم همه انتخاب میشن. با خب اینجا ممکنه سوال براتون پیش بیاد، پس سلکت آبجکت داره چیکار میکنه؟ اتفاقا فوق العاده گزینه پرکاربردی. مثالش اینجوری براتون میذارم. ببینید بچا، شما در ادامه میایید با مسئله ای مثل ادیت پلی آشنا میشین، حالا جاهای دیگه هم این کاربری داره ولی توی ادیت پلی مثالشو خیلی بهتر میتونم بهتون بگم. شما بردین جسمتون توی ادیت پلی، به این کاری که من الان دارم میکنم شما هیچ کاری ندارید، فقط دارم مثال براتون میزنم. ببینید فرضاً روی یک صفحه دارید کار میکنید، کارتون هم خیلی سریع دارید انجام میدید، به طور مثال این شکلی، این شکلی، گزینه سلکت اند موبتون فعاله. خب حین کار خیلی احتمالش زیاده که دستتون یه لحظه بخوره بین بچه‌ها، داره جابجا میشه صفحه و ممکنه شما اصلا متوجه این جابجایی نشید، بقیه مدلتون انجام بدید، برگردید و ببینید که جسم کلا به هم ریخته. حالا گزینه سلکت آبجکت چیکار میکنه؟ اتفاقی که میفته وقتی که من سلکت آبجکت رو میزنم که شورتکاتش هم خدمتتون میگم، ببینید جسم فقط دیگه سلکت، یعنی اون صفحه فقط سلکته، چیزی به اسم جابجایی، چرخش و تغییر مقیاس روش اتفاق نمیفته. یعنی وقتی ما از ابزارهای مثل موو، مثل روتیت، مثل اسکیلمون استفاده میکنیم که ممکنه یه حرکتی انجام بشه که جابجایی ناخواسته ایجاد بشه، کافی خیلی راحت شورتکاتش هم همینجا خدمتتون میگم، شورتکاتش کیوه بچه ها، یه بار کیو رو بزنم و خیلی راحت این از حالت انتخاب خارج بشه. انتخاب و جابجایی و چرخش و تغییر مقیاس انتخاب هست، ولی جابجایی، چرخش و تغییر مقیاس روش اتفاق نمیفته. حالا با هر سرعتی دوست دارین، هر صفحه رو دوست دارین انتخاب کنید، هیچ اتفاق بدی واسه این جسمه نمیفته. حالا من با همین سرعتی که دارم انتخاب میکنم، گزینه موومو یه لحظه براتون فعال میکنم که ببینید چه اتفاق میفته. مو فعال الان و گیزموها حضور دارن. ببینید هر آن ممکنه کل جسمتون به هم بریزه. پس گزینه فوق العاده پرکاربرد و دوست داشتنی هستش، شورتکاتش هم کلید کیوه.